درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. تصاویر جدید ماهواره‌ای نشان می‌دهند که ایران برخی تجهیزات سامانه راداری دفاع هوایی اصفهان را بیرون برده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تهران چند هفته با داشتن اورانیوم کافی برای تولید بمب اتمی فاصله دارد. مرد ایرانی فرانسوی که با نارنجک های جعلی وارد کنسولگری ایران در پاریس شده بود به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی آتنا فرقدانی کارتونیست زندانی در ایران شد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت جو بایدن تحریم‌های جدید نفتی جمهوری اسلامی را اجرا نخواهد کرد. دو عضو ارشد حزب الله در حمله اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که اقدامی برای آزادی بستگانشان انجام نداده است. و 5 مهاجر در تلاش برای رسیدن به بریتانیا در کانال مانش غرق شدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 23 اپریل 2024 میلادی برابر است با 4 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. تصاویر جدید ماهواره‌ای گرفته شده از سامانه راداری دفاع هوایی ایران در شهر اصفهان نشان می دهد که برخی تجهیزات این سامانه از محل بیرون برده شدند و نشانه های آتش سوزی ناشی از حمله مشهود است. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بعد از حمله منتسب به اسرائیل در بامداد جمعه هر نوع حمله و خسارت به پایگاه را انکار می کنند. همزمان مدیر کل صنایع هوایی نظامی اسرائیل ارزیابی کرد که حملات ایران به کشورش ادامه یابد. او گفت که اسرائیل برای خونسا کردن حملات بیشتر ایران آماده شده و به زودی نیز سامانه رهگیری لیزری خود را عملیاتی خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از محل سامانه دفاع هوایی S-300 در نزدیکی فرودگاه و پایگاه شکاری 8 اصفهان حاکی از توانمندی اسرائیل در نفوذ به سیستم دفاع هوایی ایران است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه خبری دویچه وله آلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی می تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست پیدا کند. رافائل گروسی غنی سازی اورانیوم در ایران در سطح نزدیک به ساخت سلاح را نگران کننده خواند و همزمان تاکید کرد که نمی توان مستقیما به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی از سلاح اتمی برخوردار است یا در هفته های آینده به آن دست خواهد یافت. گروسی افزود یک کلاهک هسته کاربردی علاوه بر مواد شکاف پذیر به بسیاری چیزهای دیگر هم نیاز دارد. خبرگزاری رویترز 25 آبان ماه سال 1402 نوشته بود که گزارش های محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص 60% برای 3 بمب اتمی را در اختیار دارد. روسی در ادامه مصاحبه خود با دویچه وله گفت آژانس بین المللی از دسترسی به میزان لازم به تاسیسات هسته ایران برخوردار نیست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2023 نوشت گزارش ها نشان می دهند که اقدامات جمهوری اسلامی در جهت نقض حقوق بشر در سال 2023 وخیم تر شده است. در این گزارش به نقض حقوق زنان، تبعیض علیه آنها و تحمیل حجاب اجباری اشاره شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا حاکی از آن است که در سال 2023 798 مورد اعدام در ایران اتفاق افتاده که نسبت به سال قبل از آن رشد 37% نشان می‌دهد. این گزارش با اشاره به بازداشت حدود 32 هزار تن در جریان خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی می‌نویسد که برخی از آنها به اعتراف اجباری و امضای تعهدنامه مجبور شدند.
قطع و محدودیت اینترنت و فیلترینگ هم از دیگر موارد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به شمار می رود. بازداشت خودسرانه، تبعید، سلول انفرادی، ناپدیدسازی و شکنجه زندانیان سیاسی از مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا به آنها اشاره شده است. استفاده از کودک سربازان و بکارگیری گروه‌های تروریستی در منطقه از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ساختار جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. مرد ایرانی فرانسوی که در روزهای گذشته با نارنجک‌های جعلی وارد کنسولگری ایران در پاریس شد، از سوی دستگاه قضایی فرانسه به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این مرد در دادگاه گفت که نمی‌خواسته کسی را تهدید کند، بلکه فقط می‌خواسته از حکومت ایران و تروریست‌ها انتقام بگیرد. او که رسانه‌ها نام او را نیکولاکا معرفی کردند، 3 روز بعد از بازداشت در داخل کنسولگری ایران در پاریس روز دوشنبه در دادگاه کیفری پاریس حاضر شد و قاضی او را به اتهام تهدید به مرگ و خشونت از پیش برنامه ریزی شده به 10 ماه حبس تعلیقی، ممنوعیت حمل سلاح و ممنوعیت حضور در منطقه 16 پاریس محل کنسولگری ایران محکوم کرد. نیکولا در دادگاه گفته که 1 روز قبل از حادثه به او اطلاع دادند که پسر عمویش در ایران به دار آویخته شده و خواهرش هم دستگیر شده است. بر اساس شهادت شاهدان عینی که در جلسه دادگاه به آنها اشاره شد، وی پرچم‌های ایران در کنسولگری را به زمین انداخت و چند بار گفت خسته شدم و می‌خواهم بمیرم. بعد از مداخله پلیس او خود را تسلیم کرد و بدون جلیقه‌اش از ساختمان خارج شد. به گفته روانپزشک این پرونده، وی دچار مشکل روانی نیست. منابع خبری از احضار پریسا صالحی روزنامه‌نگار برای اجرای حکم حبس به شعبه 7 اجرای احکام کیفری شهرستان کرج خبر دادند. وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشی اعلام کرد که صالحی پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرج به تحمل 1 سال حبس محکوم شده بود که بر اساس اعلام این روزنامه‌نگار در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی طبق ابلاغیه روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه طی 5 روز آینده برای اجرای حکم باید به شعبه 7 اجرای احکام کرج مراجعه کند. بر اساس گزارش ها از پرونده صالحی، حکم 1 سال حبس او توسط دادگاه تجدید نظر به 5 ماه حبس کاهش یافته و احکام 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال تبعید به زنجان و 2 سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی هم عیناً تایید شده است. پریسا صالحی خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد و دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران است. انجمن قلم آمریکا و چندین سازمان حامی کارتونیست ها و هنرمندان بازداشت خشونت‌آمیز آتنا فرقدانی کارتونیست ایرانی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. فرقدانی نقاش و کارتونیست روز 23 فروردین ماه در حالی که قصد داشت یکی از نقاشی‌های خود را بر روی دیوار خیابان پاستور محل کاخ ریاست جمهوری ایران نصب کند، توسط ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران با ضرب و شتم دستگیر شد. به گفته محمد مقیمی وکیل این هنرمند، او در حین بازداشت مورد بدرفتاری شدید قرار گرفت و جای زخم مشهودی روی صورتش باقی ماند. در بیانیه این نهادهای حامی هنرمندان و کارتونیست‌ها آمده که ما از خشونت اعمال شده توسط مقامات ایرانی بر آتنا فرقدانی که کارش حمایت از حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و آزادی بیان است، خشمگین هستیم. نویسندگان این بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از شرایط جسمی خانم فرقدانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به تصویب قوانین جدیدی که تحریم‌ها علیه فروش نفت خام ایران را افزایش می‌دهد نوشت، نباید انتظار داشت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به این زودی‌ها به طور کامل از اختیارات خود استفاده کند. مجلس نمایندگان آمریکا با اضافه کردن 2 طرح قانون مهسا و قانون کشتیرانی به لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین، اسرائیل و تایوان روز شنبه این طرح‌ها را تصویب کرد. بر اساس قانون کشتیرانی، دولت آمریکا بندرها و پالایشگاه‌هایی را که نفت ایران را حمل یا فراوری می‌کنند، تحریم خواهد کرد.
جو بایدن از مجلس سنا خواسته که مصوبه مجلس نمایندگان را هرچه سریعتر تصویب کنند و برای امضا به کاخ سفید بفرستند. اما تحلیلگران بازار نفت میگویند که بایدن از انجام هر گونه حرکتی که میتواند قیمت نفت خام یا بنزین را در آمریکا افزایش بدهد بیزار است. به گفته کارشناسان، جو بایدن احتمالاً از اختیارات معافیت تابعه شده در تحریم‌ها استفاده می‌کند و از اجرای سختگیرانه آنها اجتناب خواهد کرد. رانندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازار می‌جویم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. بعد از گذشت 2 روز از آغاز جنگ در غزه، آتشباری متقابل در مرز لبنان و اسرائیل همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل در حملاتی جداگانه به جنوب لبنان 2 تن از اعضای ارشد حزب الله را از پای درآورد. در حمله پهپادی اسرائیل به منطقه عدلون در نزدیکی شهر ساحلی سور که بامداد 4 اردیبهشت ماه انجام گرفت، حسین علی از قول، یکی از اعضای ارشد سامانه پدافند هوایی حزب الله، کشته شد. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای کشته شدن از قول را ضربه‌ای قابل توجه به سامانه پدافند هوایی حزب الله دانست و افزود او در برنامه‌ریزی و اجرای چندین فعالیت تروریستی نقش داشت. در حمله شبانه اسرائیل به جنوب لبنان، محمد خلیل عطیه از اعضای ارشد واحد پدافند هوایی حزب الله هم جان خود را از دست داد. به گفته ارتش اسرائیل، عطیه در واحد فوج رزمان حزب الله عضویت داشت. حزب الله در بیانیه‌ای کشته شدن این 2 تن را تایید کرد.
خانواده های 133 گروگان اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس با تجمع در برابر منزل نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که اقدامی برای آزادی بستگانشان انجام نداده است. در این تجمع که شامگاه دوشنبه سوم اردیبهشت ماه همزمان با آغاز عید مذهبی پسح برگزار شد، خانواده های گروگان ها در حالی که تصاویر آنها را در دست داشتند، آزاد نشدن بستگان خود را ناشی از مخالفت بنیامین نتانیاهو با شروط مورد درخواست حماس دانستند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یک سخنگوی معترضان گفت عیدی که یادآور رهایی قوم یهود از بردگی فرعونی مصر است، در شرایطی فرارسیده که ربوده شدگان ما هنوز در دست حماس اسیر هستند و از آزادی محروم. به گفته معترضان، با وجود گذشت 200 روز از حمله حماس به خاک اسرائیل، بنیامین نتانیاهو هم در اداره جنگ و هم در آزادی ربوده شدگان شکست خورده و صلاحیت خود را برای ادامه رهبری از دست داده است. یک تحقیق مستقل سازمان ملل متحد درباره اونروا، آژانس امداد و کاریابی این سازمان برای فلسطینیان، حاکی که اسرائیل هنوز مدارک کافی برای اتهام زنی در زمینه عضویت صدها تن از کارکنان اونروا در گروه های تروریستی ارائه نکرده است. نتایج این بررسی ممکن است برخی از کشورهای اهدا کننده کمک مالی به اونروا را به سرگیری اعطای کمک تشویق کند. بعد از آنکه اسرائیل ابتدا 12 کارمند اونروا را به دست داشتن در حمله حماس در روز 15 مهر ماه سال گذشته به خاک اسرائیل متهم کرد و سپس از عضویت بیش از 450 تن از اعضای اونروا در حماس خبر داد، سازمان ملل کاترین کولونا وزیر خارجه پیشین فرانسه را مأمور انجام یک تحقیق بی‌طرفانه در این باره کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل دوشنبه در بیانیه‌ای گفت توصیه های خانم کولونا را که شامل تقویت نظارت داخلی این آژانس و استخدام کارکنان بین المللی بیشتر در پست های مدیریتی اونروا اجرا خواهد کرد. اسرائیل مدعی است که اعضای حماس که همزمان کارمند اونروا هم بودند، در جریان حمله به اسرائیل مرتکب کشتار شدند. رسانه‌های آلمانی از بازداشت یکی از کارمندان ارشد ماکسیمیلیان کرا، عضو پارلمان اروپا از حزب راستگرای AfD آلترناتیو برای آلمان، به اتهام جاسوسی برای چین خبر می‌دهند. بر اساس گزارش ها بازداشت این فرد شامگاه دوشنبه 22 اپریل در شهر درستن صورت گرفته. به گزارش روزنامه آلمانی دیت سایت، دادستان کل فدرال آلمان دستور بازداشت این فرد را به زن جاسوسی برای چین صادر کرده است. فرد متهم که جیانجی نام دارد 43 ساله و اهل چین است، اما تابعیت آلمانی دارد. او متهم است که در یک پرونده بسیار جدی از سال 2019 به عنوان مأمور یک سرویس مخفی خارجی عمل کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری کشور جنگ زده اوکراین، از آغاز مذاکرات کشورش و ایالات متحده آمریکا به منظور دستیابی به یک توافق امنیتی دو جانبه خبر داده است. رئیس جمهوری اوکراین این خبر را در پیام ویدیویی خود در روز دوشنبه 22 اپریل اعلام کرد و گفت که این توافق ویژه خواهد بود. زلنسکی همزمان خبر داد که با واشنگتن برای تأمین موشک‌های دوربرد مورد نیاز نیروهای مسلح اوکراین به توافق رسیده است. تا پیش از این هم ایالات متحده بزرگترین حامی اوکراین در مقابل تجاوز نظامی روسیه بوده است. این کشور به علاوه حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک، کمک‌های نظامی و مالی عظیمی به ارزش 10 میلیارد دلار روانه این کشور کرده یا آنها را تصویب کرده است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه از بریتانیا خواست درباره تصمیم خود برای انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا تجدید نظر کند. سازمان ملل هشدار داد که تصویب لایحه انتقال پناهندگان از بریتانیا به رواندا حاکمیت قانون بین‌المللی متعلق به حقوق پناهندگان را تهدید کرده و سابقه خطرناک در جهان به شمار می رود. ورکرتوک، کمیساریای عالی حقوق بشر، و فیلیپ گراندی، کمیسر عالی پناهندگان، از دولت ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا خواستند تا بر اساس همکاری و احترام به حقوق بشر دوستانه بین المللی اقدامات عملی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و نامنظم پناهندگان انجام بدهد.
دادستان‌های نیویورک در اولین روز محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای پرداخت حق سکوت به استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های پورن این اقدام را عین تقلب انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 دانستند. وکیل مدافع ترامپ تاکید کرد که موکل او مرتکب هیچ جرمی نشده است. اعضای هیئت منصفه در این محاکمه تاریخی همچنین به طور خلاصه اظهارات دیوید پکر ناشر از طبق نشنال انکوایرر را به عنوان اولی شاهدی که دادستان‌ها احضار کردند شنیدند. او گفت در طرحی برای خاموش کردن روایت‌های نامطلوب درباره ترامپ و کمک به او برای پیروزی در انتخابات شرکت داشته است. در اولین محاکمه یک رئیس جمهوری سابق ایالات متحده، ترامپ به جعل سوابق تجاری برای پنهان کردن پرداخت $130,000 به استورمی دانیلز، ستاره فیلم‌های پورن، در سال 2016 برای سکوت در مورد یک رابطه جنسی است که استورمی دانیلز می‌گوید که در سال 2006 داشتند. ترامپ خود را بی‌گناه دانسته و چنین رابطه ای را رد کرده است. امروز شنبه 4 اردیبهشت ماه 5 مهاجر غیرقانونی از جمله یک کودک در تلاش برای رسیدن به بریتانیا در کانال مانش جان خود را از دست دادند. ساعتی پیش از آن پارلمان بریتانیا لایحه‌ای جنجالی را تصویب کرد که به دولت بریتانیا اجازه می‌دهد که پناهجویان را به رواندا بفرستد. روتز نوشت قایقی کوچک با 110 سرنشین که همگی مهاجران غیرقانونی بودند روز سه‌شنبه در تلاش برای حرکت از فرانسه به بریتانیا دچار سانحه شد. جزئیات این سانحه هنوز مشخص نشده است، اما بر اساس گزارش‌های اولیه تا کنون مرگ 5 تن از سرنشین‌های قایق شامل 3 مرد، 1 زن و 1 دختر بچه 4 ساله تایید شده است. بینندگان عشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال می‌کنیم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره مشکلات توزیع دارو گفت مشخص شده که سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این زمینه مسئول هستند. روز گذشته گزارش‌های مبنی بر تکذیب ادعای بانک مرکزی که از تأمین به موقع و کافی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و سایر نیازهای کشور سخن گفته بود از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. در همین رابطه یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفته بود که فعالان اقتصادی ماه‌هاست که ارز نگرفتند و 5 ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند. گزارش ها نشان می دهد که تأمین ارز برای جمهوری اسلامی به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده است. تحریم های ایالات متحده و محدود شدن دسترسی به دلارهای صادراتی نفتی و غیر نفتی برای جمهوری اسلامی از جمله عوامل این اتفاق است. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهراتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.